دلم که خیلی تنگ شد. یعنی واقعا تأسف اون روزا رو میخوریم که مفت از دستشون دادیم. والا من همیشه یه حس حقارتی به خودم دست میده که چرا مثلا ما اون بچه ها رو اون مکان رو درکشون نکرد. آدم یادش میاد، توصیف نمیتونه بکنه بعضی دارا، بعد تو ذهنش میتونه تکرار کنه، بعضی شاید بتونن، ما نمیذاریم. برای من اینا به صورت آدمای استثنایی قهرمان بودن، من احساس خضوع میکردم در مقابل اینا. عملیات بدر در منطقه هورالهویزه به پایان رسیده است و هلیکوپترهای هوا نیروز رزمندگان را به پشت خط انتقال می‌دهند. زمان بی‌وقفه می‌گذرد و در گذار خیش سنگینی خاطرات دیروز را با دلتنگی امروز در هم می‌آمیزد. فردا چه خواهد شد؟ عملیات الفجر 8 در واقع نطفه عملیات بعد از خاتمه عملیات بدر بسته شد. دقیقا وقتی عملیات بدر به اتمام رسید، خب ما همه اهدافی که در بدر دنبالش بودیم به دست نیاوردیم. تقریبا میشه گفت یک عدم موفقیتی در بدر
حاصل شد به دلیل اینکه همه اهدافی که در عملیات دنبال میشد بخش عمدش به دست نیومد. طبیعتاً این عدم موفقیت یک نگرانی و ناراحتی در همه فرماندهان و بچه های جنگ به وجود آورده بود. رویای ناراحت، نگران و بسیار پژمرده ای بود وقتی که از زمین بدر برمیگشت. صبح بعد از حادثه پایان عملیات بدر درخواست کردن فرماندهان بیان توی سنگری بود در جزیره شمالی برای جلسه در حضور آقا محسن. رفتم اونجا یه پیامی از امام از دیوان قرائت شد که شاید پیام در رسانه‌های گروهی در جای دیگه منعکس نشد. پیام اینطوری آغاز می‌شد: بسم الله الرحمن الرحیم، به من گزارش دادند که بعضی‌ها ناراحت هستند. منظور به قضیه بدر بود. می‌خواستم بگویم که هیچ جای نگرانی نیست. البته من برای شهدا به شما دعا می‌کنم، ولی باید بدانیم که ما همه تابع اراده خدا هستیم. ما که از ائمه بالاتر نیستیم، اونها هم در ظاهر بعضی وقتا موفق نبودند. هم امیرالمؤمنین، هم امام حسن و هم امام حسین. ما که نسبت به مقام اینها چیزی نیستیم. امید مشیت خداوند است که هر چه او بخواهد، چون عسل شیرین. باید با آغوش باز پذیرای اون چه او میخواهد باشیم. از هیچ چیز نگران نباشید، محکم باشید و از همکنون در فکر عملیات بعد. مطمئن باشید که پیروزید، امروز هم پیروز هستید. اگر برای خدا باشد که شکست ندارد. هر کس هوای کربلا دارد بیاید، ما راهیان کعبه عشق و وفایی، تربت خون خداییم، پیر و جوان دلداده قبر حسینیم، از جان و دل فرمان بر پیر خمینیم. وقتی این پیام توی جلسه خونده شد، همه چهره های اخمو در هم رفته ناراحتی که بعضن هم اومده بودن کشتی بگیرم و همدیگه توی جلسه باز شد و یک بشارتی، یک امیدی، یک بشاشیتی در چهره ها به وجود آمد. و نطفه عملیات ولفجر 8 در همین پیام بسته شد. یعنی یه جسارتی داد که تصمیم برای عملیاتی گرفته بشه که سخت‌تر و پیچیده تر از همه عملیات هایی بود که ما تا اون زمان انجام داده بود. برای انجام عملیات ولفجر 8 و فتح فاف در آن سوی اروند، رزمندگان می بایست دوره های آموزش قواسی را طی کنند. در فرصت کوتاه چند ماهی که تا شروع عملیات وجود داشت، کار آموزش و تمرین در آبهای ساحلی خلیج آغاز شد. عبور از عرض 1.5 کیلومتری رودخانه پرخروش و ناآرامی چون اروند، آمادگی های خاصی خارج از قواعد جنگ های کلاسیک طلب می کرد. شاید آن روزها انجام چنین کاری ناممکن به نظر می رسید، اما حقیقت این است که جنگ ما همواره خارج از محاسبات معمول نظامی قرار داشته و از آن فراتر رفته است و درک این حقیقت برای ظاهر بینان میسر نیست.
خلاصه در نهایت جمع کردن بودیم بندر عباس و یه عده یه جمع کمی ولی کیفیت داره رفتیم بندر عباس. بعد اونجا قبلا سپاه هماهنگی که بود که بریم سراغ نیرو دریایی بندر عباس، رفتیم سراغ نیرو دریایی بندر عباس و گفتیم آقا ما اینجور آموزشی میخوایم ببینیم. وقتی مطرح کردیم و نیروها ما رو آمدن دیدن، گفتن آقا شما به 4 ماه وقت نیاز داریم. گفتم به 4 ماه وقت نیست. بعد از خدمت شما که حاج احمد یه بررسی کرد و سری تکون داد و خب او در جریان ماجرا بود که کی باید کار باشه، چی کار باید بکنه، به چی میخواد از نیرو. خلاصه برای اینکه ناراحت نشن یکی 2 روز دریایی رو اومدیم استقبال کردیم، به کارشون گرفتیم تو بس آموزش. بعد اون شیوه عملیاتی ما آموزش نمیدادن، شیوه فین زدن رو ما آموزش دادن. اونها خیلی کلاسیک کار میکردن، کارشون طول میکشید، طول میکشید، با اون برنامه های ما داشتیم اصلا نمیخوند. دیدیم نه، این تاکتیکی که ما میخواییم به کار بگیریم و چیزی اونا تو بحث کلاسیک خودشون میخوان ما یاد بدن، از نظر زمان بندی و شیوه کار خیلی با هم جور نیست. لذا یه باش یه باش بدون اینکه اینا ناراحت بشن شونه از زیر بار خالی کردیم، همین که فین زدن یاد گرفتیم فلنگر بستیم، رفتیم یه اسکله برای خودمون پیدا کردیم اون وره نیروگاه و اندر عباس و یه محل ساحلی بود، ساحل به درد بخوریم. یه تانکر آبی گذاشتیم و یه چادری هم زدیم و بچه ها هم توی تا این پادگان های بچه های سپاه نفتی های سپاه جا دادیم و رفتیم شروع کردیم کار عباس. ما نزدیک به 3 ماه بعد عباس آموزش میدیدیم. آب و بندر عباس، دریای بندر عباس زیاد شور بود. بعد لباس غواصی هم یه حالتی داشت که آب در خودش نگه هم می‌داشت، یعنی موقعی که می‌مدن تا زمانی که 1 ساعت 2 ساعت که از تا آب در نمی‌اومده، این آبی که اولیه می‌رفت داخل دیگه در نمی‌اومد، حرارت بدن نگرش می‌داشت هم اونجه گرمش می‌کرد، لباس هم نگرش می‌داشت هم اونجه. خدا می‌دون 4-5-10 روز گذشت، تمام پاهای بچه از آب نمک شلیده بود، سختی زیاد داشت، ولی بچه ها خم به ابرو نمی‌آوردن، روز به روز مسمومتر. خب توی آب که ما می‌رفتیم از این جلیقه ها می‌بستن، جلیقه های چوب پنبه که بچه ها رو آب شناور باشن، همین جلیقه ها یه مقدار بچه هایی که 2-3 روزی کار کرده بودن تمام پوست بدنشون زخم شده بود، زخم شده بود. این آب شور خیلی اذیت میکرد بچه ها، که شب اصلا بچه ها مینالیدن، خواب نمی‌رفتن. خب ما دیگه 3 سالی بودیم، خواب زیاد برامون لذت بخش بود، چه خواستن روزم که تمرین میکردیم تا حال تا آب، شب هم ماست بریم این حالت تمرین میکنیم. میگفتم کی میشد یا عملیات زودتر یا ما میمردیم، از این رزم شبانه راحت میشدیم. اگرچه از آغاز جنگ نیروهای غواص به صورت محدود در برخی از مراحل عملیاتی حضور داشتند، اما عملیات والفجر 8 اولین عملیاتی بود که بار اصلی آن بر عهده غواصان قرار داشت و همین امر کار آموزش و تمرین را بسیار جدی تر می کرد. بچه ها شب و روز تلاش می کردند و هیچ چیز اراده آنها را سست نمی کرد. آب در زلال روح های آنان چهره می شست و زمزمه تسبیح امواج در گوش زمان می پیچید. وقتی 3 ماه تمرین در آبهای خلیج به پایان رسید، غواصان برای آموزش‌های بعدی به حاشیه بهمنشیر منتقل شدند.
بعد بندر عباس هم که آموزش تموم شد ما رو حرکت دادن اومدیم روستایی به نام تنگ سه بهش میگفتن، حوالی ساحل به امشیر بود، حوالی روستای آبادان بود. اونجا آموزش غواصی در آب جریاندار رو آغاز کرد که روز به روز شرایط بچه ها سخت‌تر میشد، فشار کاری بیشتر بود برای اینکه بچه ها خوب آب دیده بشن و بتونن کار بکنن. اونجا دیگه بودن یک ماه قبل از عملیات شب و روز بچه ها تو آب بودن. این ما سه تا گروه هم بودیم، لباس غواصی هم معمولا کم بود اون موقع، از این کافی نبود. شام که میخوردن گروهان اول میرفت تو آب ساعت 9 تا 12، بعد اونا میمودن بیرون تقریبا تو بهمه بود و الفجهش شبا سرد هم بود. بعد گروهان اول که ساعت 12 از آب میمودن بیرون، گروهان بعدی ساعت 12 میرفت تا 2:30، بعد بچه ها میاد سن از زیر رخت خواب گرم بلند شن و این لباس های خیس غواصی رو ببوشن، بعد لباس آب آتش میکردن، یه حال هوایی دید، اصلا سرما حالی نمیشه. آب به حدی سرد بود، آب به حدی سرد بود که موقعی از آب میامدیم بیرون این دستا که اینطوری یخ میزد نمیتونستیم زیپ پیرنمونو بکشیم پایین. حاج احمد حالم داشت که میامورد تدارکاتی ها رو میگفت اینجا آتیش بکنید، چایی هم بذارید، بچه ها که میان بیرون شما زیپا پیرنشون رو باز کنید. یعنی به این حد سرد بود که لباس نمیتونستیم در بیاریم. ما میرفتیم تو بهمنشیر شروع میکنیم به لرزیدن. من یه شب امتحانی رفتم اونجا ببینم میتونم یه جوری خودم گرم کنم، دیدم نه. از لحظه ای پا تو آب گذاشتیم هرچی پا دوچرخه شد زدم، فین زدم، اینا که بدن نلرزه، دیدم میلرزه. یعنی نتونستیم خودمون حتی با نرمش کردن تو آب گرم بکنیم، اینقدر آب سرد بود. ولی بچه ها با یه انگیزه خاصی میرفتن، سراشون هم باید میکردن، خب زیر آب با اشنو گل استفاده میکردن. این پیشونی ها آب سرد اینقدر یخ میزد که بچه ها با این حال، اصلا من خودم بارها امتحان کردم میومدم از آب بیرون میخواستم لباسات در بیارم، این انگشت ها نمیتونه زیپ لباس رو بیاره پایین، از بس دیگه سرد شده بود، توان نداشت، میلرزد. و مثلا اکثر اوقات ما باید از آمپول جنتامایسین استفاده میکردیم، کلیه ها سرد میشد توی آبا، یخ میکرد، چرکی میشد، عفونت میکرد. سختی ها رو که نمیشه بیان کرد، تحمل اصلا تحمل میکرد، اصلا انگیزه همه چیز اینا رو خلاصه میکرد، اصلا میبالوند به هم میرفت، نمیشد. از یه کسی اصلا بچه ها با همه این مشکلات یه کارهای عجوبه میکردم، بلند میشدی صبح برسن وضو بگیری بران نماز میدی، همه یه آفتابا پر از آب، چند تا ظرف رفتن علب اروند آب کردن، علب بمشیر گذاشتن اینجا که این بچه ها برن. کیا بودن؟ از خودشون. ظرف ها رو شب شام میخوردی نمیفهمدی کی میشست، اصلا یه کارای ویژه ای. لباس ها رو میاوردی میذاشتی اونجا، لباس غواصی پوشی بری، مثلا یه عده میدی لباس ها برگشتی شو سامان گذاشت. یه ایثارگری ها، یه کارا، یه رفاقت ها، یه دوست داشتنی های وجود داشت. اصلا کفش ها میدی با گل میاد تمیز شده رو گذاشته، کی حالا یه بسیجی کاری. شب مثلا میرفتیم تا ساعت 3 شب که تو آب کار میکردیم، بعد میادیم لباس عوض میکردیم، دیگه خواب نبود. نماز شب تو گردان مثل نماز جماعت بودی، همچه حالتی داشت، یعنی عادی بود، زیاد بچه ها مثلا چیز ریا و فلان اینا برنامه وسط نبود، پرمانفایی نبود، همه یه طور بودم. مثلا تو مسجد میرفتی فیلم این نماز جماعته، مثلا خود حاج احمد نمیرفت مثلا پنهونی نماز شب بخونه، میاد گوشه مسجد نماز شب میخونه، همه بچه همونجا نماز شب میخونده. اگر سلاح مؤمن در جهاد اصغر تیغ دودم است و تیر و تفنگ، سلاح او در جهاد اکبر اشک و آه و ناله به درگاه خداست. و اگر راستش را بخواهی
آن قدرتی که پشت شیطان را می شکند و آمریکا را از ضربه دروغین قدرت به زیر می کشد، همین گریه هاست. شاید اینکه گفته میشه نگاه به چهره مؤمن عبادت هست، حالا آدم میگهده دو این کدوم مؤمنه که به حسد نگاه به چهرش کردن عبادت. ولی من احساس میکردم که وقتی نگاه به صورتی بچه ها میکردم، احساس میکردم سوره های قرآن مقابلم هست و واقعا چهره های اینطوری بود. بعد چهار میخواستم پیداشون کنیم که چای بشون بدم بخورم. حالا نصف شب از آموزش برگشتم تو زمستون، برج ده، هوا سرد، نبودم، تاریکی هم برق نداشتیم. میگشتم بچه ها دنبالشون توی نخلستون، هر یکی دنبالی نماز شبشون به هر زد راز و نیاز با خدا گفتن. یعنی تو اون هوای سرد ساعت 2-3 بعد نصف شب از آموزش برگشته بود، نمیرفت یه چای بخوره گرم بشه، نمیرفت حالا لباسشو بکنه بره یه گوشه استراحت کنه، تازه نمیرفت نماز شب. اصلا یه حال احوال عجیبی داشت، یعنی حتی بازی کردن فوتبالشون که با هم مثلا وقت تفریحشون بود میخواستن با هم بازی کنن، یه حالت برادرانه بود، یه حالتی بود که یه نفر مثل عاشق یه نفر باشه، همینطور همدیگه رو دوست داشتن، حتی از اینم بیشتر. یعنی به زبون نمیشه بگی، ولی موقعی آدم یه نفر عاشق یه چیزی بشه، به همه چیزش در راش میده، حالا جون که قول یارو چیزی نبوده بود براشون. تو هر منطقه شیوه گرفتن اصله و حملش فرق میکنه. الان تو هم مخابره ما چیزی که نیاز داریم لوله اصله اون کسیف نشه، نوک اصله بند همه بالا باشه، بخواه پشتو میده. باز مناطق جنگلی برعکس، مناطق جنگلی میره پایین دست میگیره لوله اصله که به شاخی چیزی گیر نکنه. الان همه شیوه، جایی که گربه مخابره، جایی که نشسته میریم، جایی که درازکش میریم، جایی که میخواد سوال بگیرن، همونطور همه رعایت. باز با عرض معذرت برادران، اگه سوالی چی هست الان بگن باز حرکت کنه. سر قامو چیزی که نفر جدا انجام بده، همون چیزی که قبلا بهم گفته اینا همون اجرا کنه. خب همین حالا مثلا یه مشکل ما تو اونی فقط بره همین خداوند اراده کرده است تا تقدیر خیش را به دست این جوانان گمنام و بی ادعا بر زمین جاری سازد و حاشیه اربند مرکز تاریخ انسان شود. دیدن این چهره های مصمم بی اختیار تو را به یاد قلب پردرد و سینه پرخشم علی علیه السلام می اندازد که هنوز پس از 14 قرن ندای اندوه بارش به گوش می رسد و عرق شرم بر چهره ها می نشاند، آنجا که می فرماید هرگاه در ایام تابستان امر گسیل به سوی دشمن دادم، گفتید اکنون هنگام شدت گرماست، ما را مهلتی ده تا گرما فرو نشیند. و چون در زمستان شما را امر کردم که به سوی دشمن بروید، گفتید حالا بهبوهه سرماست، مهلتی ده تا سوز سرما آرام گیرد. شما که از گرما و سرما می گریزید، از شمشیر دشمن بیشتر خواهید گریخت. اکنون بهترین بندگان خدا عزم کرده اند تا
مرهمی بر سینه مجروح امیر مؤمنان نهند و اهلیت خیش را در برابر نعمت ولایت به اثبات رسانند. نیاز داشتیم برای آماده سازی منطقه ما یه سری جاده‌هایی به ساحل ایجاد بکنیم، چون ما می‌بایست لب ساحل حداقل یک قطعاتی رو درست می‌کردیم برای اینکه بتونیم یکی دو تا تانک بذاریم اونجا، یه جی موقع تیرباری روی بچه‌ها زون کرد یا مثلا یک نهری رو قفل کرد بتونیم تیربار رو منهدمش بکنیم با آتش تیر مستقیم، حالا یا تانک یا 106ی که وجود داشت. این لازمش این بود که جاده‌های آنتنی درست می‌کردیم. همه این جاده‌ها داخل باتلاق زده می‌شد. میانگین ما با 6 دستگاه کمپرسی روزانه خاک می‌آوردیم، از شب خاک می‌آوردیم، شبا کار می‌کردیم، تیکه تیکه جاده درست می‌کردیم. میانگین کاری که می‌کردیم ما در شبانه روز با 6 دستگاه کمپرسی جاده‌ای درست می‌کردیم کمتر از 15 متر بود. یعنی 6 دستگاه کمپرسی خاکی که می‌ریختن تو این باتلاق، که نه اینکه جاده باشه حالا تانک رو باشه، جاده باشه به اندازه‌ای که فقط یک بار بتونه دستگاه از روی عبور بکنه. در شبانه روز ما 15 متر می‌تونستیم جاده ایجاد بکنیم توی باتلاق، بعضی وقتا به 5 متر می‌رسید. در میان باتلاق‌هایی که جزر و مد آب به وجود آورده است، بچه های گروه مهندسی با تلاش شبان روزی مشغول احداث جاده‌ای موقتی هستند. اما کدام قلم و زبانی میتواند همه آنچه را که در این نقطه از کره خاک جریان دارد توصیف کند؟ خدا رحمت کنه شهید مشایخی را که در عملیات کربلای 5 شهید شد. ایشون مسئول مهندسی ما بود. من هر وقتی که می‌دیدم تو منطقه سرکشی می‌کردیم، نظارت می‌کنه بر وضعیت منطقه، می‌دیدیم که خب کار مهندسیمون خیلی داره کند پیش میره. زمان محدودی بود، پیش بینی شده بود. طبیعتاً یک کار عملیاتی هم ایشا به خاطر یک لشکر متوقف نمی‌شد. می‌واس همه به اون زمان خودشونو می‌رسوندن. باش بحث میکردم که چرا اینقدر کند میرین، جلو میرین، چرا فشار بیشتر نمیزدین، چرا چیز نمیکنید. ناراحت میشد، بعضی وقتا گریه میکرد، میگفت چه کار بکنم دیگه نمیشه. شبا کمپرسی ها چپ میکردن توی باتلاق، چون یک ذره تایر کمپرسی که به چپ میرفت یا به راست میرفت، میرفت داخل باتلاق دیگه میمون با فشارهای بسیار زیادی که خودشون میرفتن جک میذاشتن زیر تایر، میرفتن 10-20 نفر این کمپرسی می بودن. شب فرا رسیده است و شب زدگان در بسترهای گرم خفتند، اما اینجا در حاشیه اروند چشم ها بیدارند. اینها امانت داران تاریخند و تا بار امانت خیش را به مقصد نرسانند، خواب در چشمانشان را نمییابد. یکی بر پشت کوهی از آهن نشسته است و خاک ها را جا به جا می کند. دیگری
مشغول تعمیر یک ماشین است. گروهی در بستر رودخانه بهمنشیر تن به انواج سرد و متلاطم سپردند و بعضی در گوشه خلوت دل را با دعا و تضرع صفا می دهند. و آن یکی: اگر می خواهی او را بشناسی و ببینی با ما همراه شو. اینجا مغازه یدالله با هنر در یکی از خیابان‌های کرمان است. لحظه‌ای درنگ کن. در پشت دیوارهای این دکان کوچک کفاشی رازی نهفته است. چون از آب می‌خواستم عبور کنن، باید 20 متر واترپروف زده آب می‌شد. بعد خود 20 ما اصطلاحاً زده آب هستن. خود 20 ما نظامی. ولی اولا که تعمیرگاه میرن بازدبست میشن از آرن ساعت میشه. بعد خب ما روی موضوع خیلی کار کردیم، روش ها مختلفی، هم از چسب آکواریوم، گریس، نمیدونم، روش ها مختلفی. در نهایت نتیجه گرفتیم که این بیسیم باید حتما روکش بشه، حتما باید روکش داشته باشه. بعد رفتیم تو بس روکش، تو بازار گشتیم، تو بازار اهواز چی مناسب گیرمون میاد به عنوان روکش بیسیم. بعد یه نوع دستکشی به تورمون خورد، دستکش های بنایی که جنس لایتکس بود. بعد این مناسبه، امید روش کار کردیم، آوردیم و بیسیما را بندی کردیم. حالا مسئله سر کولو پشتی مخصوصی بود برای بیسیم، چون این بیسیم بیسیم آلمانی بود که معروف به پیارتیه. بیسیمش کوچکه، کولو پشتی نداره، دستیه. این ما خواستیم تبدیلش کنیم به بیسیم کولو پشتی دار، باتری ذخیره خوبی بخوره. باتری ذخیره خودش باتری های معمولی داخل خودش میشد که خب ذخیرهش پایین بود و کفاف یه مدت طولانی عملیات نمیداد. که اینم برداشتیم و آوردیم، چند بار مراجعه کردیم را ساختن کولو پشتی اینا، کسی موفق نشد. و کولو پشتی مورد نیاز ماره که به درد جنگ بخوره تهیه کنه. تا یادم یک روز که دقیقاً با بنبست خور بودیم تو همین کرمان و میگفتیم چه کار بکنیم، به کدوم کارخونه مراجعه بکنیم، چه کار بکنیم، من یاد آمد یک کفاش تو محله ما بوده و قدیما معروف بود که تو فن کفاشی و کیف دوزیش ماهره. بله، رفتیم مراجعه کردیم به ایشون. ایشون به محض اینکه بیسیم دید و ابزاری که ما میخواستیم گوشی دهنی باتری نار، گفت مشکلی ندارم، میدوزم براتون. گفتیم خب ما میریم فردا. گفت نواسن الان تایید میکنم. در عرض ربع ساعتیشون یک بیسیم غنیمتی یعنی عراقی که جنسش اسرائیل بود زد به هم، پاره کرد، تبدیل کرد به او کولو پشتی مورد نیاز ما با او دقتی که ما میخواستیم. که اخیرا ایشون رازش برام مفاش کرد که عنوان یه راز گفت قضیه چی شده و چطور شد. شما به من مراجعه کردی و برای وضعیت بشون هیچی، ایشون طبق وعدش عمل کرد و سری برا عملیات. ما هم نگفتیم برا کجا میخوایم چی میخوایم، هم گفتیم برا جنگه و نیازه. ایشون تمام وقتش گذاشت، کارش تعطیل کرد تو خونش با همون چرخ کفش دوزیش و کیف دوزیش با امکانات خیلی ساده که کارخونه خیلی زیر بارش نرفته بودن، شروع کرد برا ما تولید کولو پشتی کردن. و کول پشتی هم رسید جبه و بیسیم هم هم طبق و مثالی داشتیم آب بندی رفت رو کول غواسای مخابراتی و رفتن کنار فرمانداشون به همدالله. حالا موضوعی خیاط گفتم که چند روز پیش اتفاقا برام فاش کرد. گفت من مریض بودم، خیلی ناراحت بودم و
و میدیدم تلویزیون نشون میده بچه‌ها میرن جیب، میگم خدایا من کنج خونه افتادم و هیچ خدمتی نمیتونم بکنم. بعد میگفت خیلی دلم یه رو شکست. خیر میگفت دفعاً یک روز قبل از اون شما بیایید. میگفت دلم شکسته بود، به خدا گفتم خدایا اگر من عاقبتم اینه که هیچ خدمتی بگو به جایی نکنم ببخشتم بالاخره، اگرم میشه لطفی بکنم کاری برای جنگ بکنم، چون پیرمردیم مریضم هست، مریضیشم زیاده، احتمالا ممکن چند سالی هم دیگه بیشتر دوام نیاد. بعد گفت تی فکر بودم یک روز بعد دیدم شما در خونم زده و من گفتم چی شد تو خیلی دستمزد کم گرفتی. ایشون در اون روز قیمت یک کارگر افغانی رو محاسب کرد برامو برای کارش، تا اون روزم به من نمیگفت چرا، فقط میگفت خب دیگه منم باید کاری بکنم. وقتی که همسایه امینا رفتن جبهه و شهید شدن، من با آقای رامنش خیلی رفیق بودم و خانوادگی اومد رفت داشتیم. ایشون حسین جان ایرامنش که رفت جبهه شهید شد و این پسر آقای خزایی اینا شهید شدن، من خیلی هنچی اظهار شرمساری میکردم پیش خودم پیش وجدانم، گفتم او آدمایی هم که امام حسین یاری نکردن از سر ما بودن. اسلام کردیم، هر کار کردیم برای اسلام کردیم، برای مملکتمون کردیم، برای دینمون کردیم، برای کسی خریمون، برای شما کردیم، برای وشون کردیم، برای دین اسلام کردیم. افتخارم میکنم که خدایی توفیق دادتم کردم، یعنی به آرزو خودم رسیدم. آیا تو نیز به عهد ازلی خیش با حسین وفا کرده ای؟ سال هاست که قافله کربلا روی در راه نهاده است و بانگر رحیل همچنان هر صبح و شام در همه جا برمیخیزد و مشتاقان را به پیوستن به قافله عشق فرا میخواند، تا این باب رحمت پیوسته میان زمین و آسمان گشوده بماند و شایستگان از آن محروم نمانند.